برای گروه کردن تصاویرتون توی فاینال کات دو تا روش متفاوت وجود داره. یکی اینی که شما تصاویری که کنار هم هستن و میدونید که قراره همشون با هم جابجا بشن، به طور مثال این یه تدوینی که شما الان اینجا دارید و میدونید میخواین ازش استفاده بکنید، در این حال همش باید اینا رو با هم جابجا بکنید، هر بار که بخواید این کارو بکنید باید همش سلکت بکنید، یا ممکنه یه ذره دردسرساز باشه، میتونید همه رو با هم انتخاب بکنید، بیاید توی کلیپ کرییت استوری لاین و شورتکاتش کامند جی هست. میتونید این جی رو جی گروپ در نظر بگیرید، یعنی انگار همه اینا با هم توی یه گروه قرار گرفته باشن. و حالا اگه شما این سکندری استوری لاین انتخاب بکنید با هم جابجا میشن. مشکلی که داره اینه که شما نمیتونید چند تا کلیپ رو تو چند تا لول مختلف با هم بذارید توی سکندری استوری لاین. برای باز کردنش و برای برگردوندنشون به حالت قبل شما میتونید بریک اپارت کلیپ آیتمز رو بزنید که از گروه خارجشون میکنه. و الان من اگه بیام اینو بذارم این بالا و بخوام دوباره این کار رو انجام بدم نمیشه، و دیگه الان این کرییت استوری لاین فعال نمیشه. همونطور که گفتم حتما باید همشون توی یه خط داستانی باشن که بتونن توی یه گروه قرار بگیرن. باز بنا به میل خودتون و بنا به کارهایی که دارید میتونید ازش استفاده بکنید. عنوان دیگه که داریم کرییت کامپاند کلیپه. کامپاند کلیپ ها شاید بیشتر به درد بخورن به نسبت اون مورد دیگه که داشتیم، سکندری استوری لاین. علتش هم اینه که مثلا اینجا هم ممکنه 3-4 تا لایه رو هم داشته باشم که حالا یه تست گرین اسکرین باشه، ولی در این حال ممکنه بخوام از این نما استفاده بکنم، ممکنه بخوام دیزالو اضافه بکنم اولش، قشنگ یعنی کلیپ بخوام اش برخورد بکنم. خب الان من اگه بخوام اینجا دیزالو اضافه بکنم، کامند تی رو بزنم، من دوباره پاک بکنم، شما همونطور که میبینید الان دیزالو برای سر این کلیپ انجام میشه، ولی برای بقیهش دیگه نه، یعنی شما این دوتا ترک رو میبینید که این اتفاق براش نیفتاد. خب برای این کار من میتونم بیام از همون دستور کامپاند کلیپ استفاده بکنم. شما هر ستا رو انتخاب میکنید، میاد توی فایل نیو کامپاند کلیپ و اسمش هم اینجا از شما میپرسه. علت این که اسمشو میپرسه و علت این که میگه که تو کدوم ایونت بذارم اینه که حتما اینو مثل یه تایملاین کوچیک، مثل یه مینی تایملاین توی این ایونت شما قرار میده. حالا من برای اینکه این کار رو انجام بدم روش رایت کلیک میکنم، نیو کامپاند کلیپ، بنظرم راحت تر است، اسمشو میذارم گرین اسکرین تست. حالا دیگه دقیقا این توی فاینال کات من یه کلیپه و هر جا من اینو ببرم هر کاری باش بکنم دقیقا یکی. پس به طور مثال من اگر بخوام میتونم اینو بذارم اینجا یه فیلتر بهش بدم و همونطور که شما میدید حتی تو پریویوش هم کاملا نشون میده که این فیلترها روی کلش عمل میکنه و کلش به یه شکل عمل میکنه. میگم کاملا انگار شما یه کلیپ مستقل داشته باشین. اگر خواستید محتویاتش رو تغییر بدید روش میتونید دابل کلیک بکنید یا میتونید رایت کلیک اوپن این تایم لاین رو بزنید. حالا اینجا شما اگر خواستید میتونید بیاید به طور مثال کی فریم اضافه و کم بکنید، این تنظیمات گرین اسکرینتون تغییر بدید، هر کاری که خواستید انجام بدید و به محض اینکه شما برگردید توی این تایم لاین اصلیتون اون تغییرات اینجا انجام شدن و اوکی هستن. و حالا مثلا اگر بخواید الان اینجا دیزالو اضافه بکنید، البته برای دیزالو سر کلیپ ما یه ذره بعد فضا داشته باشه که طبیعتا دیزالو بتونه انجام بشه، من اینجا الان یه دیزالو بزنم و همونطور که شما می‌بینید راحت این دیزالو خیلی راحت و خیلی ساده انجام میشه. یه نکته مهم اینجا هست و اونم اینه که شما اگر مثلا این کامپاند کلیپ رو جای دیگه هم استفاده کرده باشید، مثلا من بیارمش اینجا، اینجا هم داشته باشمش و حالا چون کپی شده این تصور رو داشته باشید که خب اگه من بیام اینجا توی این تایملاین یه سری تغییرات بدم توی اون یکی اتفاق نمیفته. متاسفانه این اتفاق کاملا
برعکس ممکنه اون چیزی باشه که شما تصور میکنید. تمام این کامپاند کلیپ ها عملا به اون کامپاند کلیپی رجوع میکنن که توی ایونت شما وجود داره. اگر شما بیایید روی یکی از اینا رایت کلیک بکنید و بگید ریویل این براوزر یا همون شیفت اف، همون شورتکات خیلی محبوب دل من که خیلی ازش استفاده میکنه، اینجا دقیقا شما میدید که یک کلیپه. چه شما بگید این رو ریویل این براوزر بکن، باز به همین رجوع میکنه، چه این. اگر خواستید دو تا کامپاند کلیپ متفاوت داشته باشید، به طور مثال خواستید بکراند این کلیپ رو نگه دارید، بکراند یکی رو عوض بکنید حالا بنا به دلایل خاص، حتما باید یک دومی رو انتخاب بکنید. کلیپ رفرنس نیو پرنت کلیپ. حالا الان این دومی که اسمش کپی هست و دقیقاً اینجا ازش یک کپی درست کرده، این دیگه الان مستقله و دیگه الان این کامپاند کلیپ به این رجوع میکنه و از این استفاده میکنه، از این یکی استفاده نمیکنه. طبیعتا من الان اگه این روش دابل کلیک بکنم، حالا میتونم بیام اینجا و فرضاً یک کلیپ دیگر رو انتخاب بکنم، مثلا اینو بیام بگم حالا این بکراند رو با یکی ریپلیس کن و حالا بکراند من اینجا این یکی باشه. و اگر بخوام میتونم برگردم من تو تایملاینم، حالا برای این کلیپ بکراند این تصویره، برای این یکی بکراند این یکی تصویره. خب این نکته خیلی مهمی بود که من گفتم حتما در مورد کامپاند کلیپ ها بگم خدمتتون، چون خیلی ممکنه اذیت بکنه و بارها من راستش شنیدم از دوستان که یادشون رفته از این عنوان استفاده بکنن و تمام چیزی که تو اون کامپاند کلیپ قبلی داشتن از بین رفته. الان شما هر کاری بکنید توی این دومی، این دیگه کاملا مستقله از این کامپاند کلیپ اول. خب من فکر کنم مورد دیگه نیستش در مورد این کامپاند کلیپ ها. فقط تنها موردی که میمونه اینه که اگر شما خواستید به حالت قبل برگردید، باز دقیقاً مثل سکندری استوری لاینتون یا همون استوری لاین، میتونید بیاد اینجا بریک اپارت کلیپ آیتمز و اینا رو به همون شکلی برمیگردونه که توی کامپاند کلیپ شما بود و به همون چیزی تبدیل میشه که شما ازش انتظار دارید.